سلام به خانواده های سلطنتی، خوش اومدین. در برنامه امروز میخواییم از ناصرالدین شاه و 85 زن صیغه‌ای و دائمش بهتون بگیم. پیشنهاد میکنم این برنامه جالب رو از دست ندین. ممنونم که امروز هم به ما سر زدین و مثل همیشه از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستانتون ازمون حمایت میکنین. حمایت شما باعث دلگرمی ما هست. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه‌مون خوشتون اومد، فقط کافی اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو همراهی کنید. بریم با هم این برنامه رو بشنویم. در سال 1842 میلادی، ویکتوریا ملکه انگلستان به ناصرالدین میرزا، پسر 11 ساله وارث سلطنت قاجار، یه دوربین عکاسی رو به عنوان هدیه میده که همین هدیه ثبت تاریخ ایران رو دگرگون میکنه. ناصرالدین شاه به شدت به این وسیله علاقه پیدا میکنه، به طوری که دهه های بعدی زندگی خودش رو با استفاده از دوربین یاد شده ثبت میکنه. ویدئوی 58 دقیقه او شامل تصاویری که اصولاً قرار نبوده توسط مردم دیده بشن و شامل زنهای زیاد ناصرالدین شاه، مادرش، دلقک‌ها، کاخ‌ها، جواهرات و غنایم ناصرالدین شاه، رقابت‌ها، توطئه‌ها، فساد، قتل‌های پنهانی و درگیری سیاسی داخل حرمسرا، همچنین علاقه شدید شاه به گربه‌ای به نام ببری خان هست. ناصرالدین شاه در طول حیات خودش 85 زن صیغه‌ای و عقدی و 42 فرزند داشت که از این تعداد 18 نفر از کودکانش در کودکی درگذشتند. یکی از دغدغه‌های بزرگ دولت و دربار این بود که شایع شده بود زنهای شاه می‌خواستند به او جگر خرس بدن تا اخته بشه و این سوژه گفتگوی زمامداران وقت بود. ازدواج ها گاه سیاسی و گاه به عنوان قبولی زنی به عنوان هدیه انجام می شد و گاه در هنگام کشورگشایی. زنهای عقدی به ترتیب گلین خانم، دختر شاهزاده احمد میرزا، خجسته خانم تاج الدوله، دختر شاهزاده سیف الله میرزا، ستاره خانم تبریزی، شکوه سلطنه، مادر مظفرالدین شاه و نوه فتحعلی شاه و جیران خانم فروغ السلطنه بودند. روزی که ناصرالدین شاه کشته شد، 85 زن داشت که زنهای درجه اول او ماهی 750 تومان حقوق می گرفتن و زنهای درجه دوم به تفاوت از 500 الی 200 تومان و زنهای صیغه‌ای هم که درجه سوم بودن 100 تا 150 تومان مقرری داشتند و همینطور دخترهای بزرگ شاه سالی 4000 تومان حقوق داشتند. ناصرالدین شاه قاجار که قبل از پادشاهی ناصرالدین میرزا معرفی می شد، معروف به قبله عالم و بعد شاه شهید، چهارمین شاه از دودمان قاجار ایران بود. او طولانی ترین دوره پادشاهی رو در میان دودمان قاجار داره و همچنین اولین پادشاه ایران بود که خاطرات خودش رو نوشت. ناصرالدین شاه در طول حیات خودش 85 زن صیغه‌ای و عقدی داشت. او 42 فرزند داشت که از میان اونها 18 نفرشون در کودکی از بین رفتن. پدر ناصرالدین شاه محمد شاه قاجار، نوه فتحعلی شاه قاجار و سومین پادشاه دودمان قاجاریه بود. محمد شاه هنگامی که 12 سال سن داشت، در سال 1234 به دستور فتحعلی شاه با دختر عمه 14 سالش ملک جهان ازدواج کرد. این ازدواج به قصد از بین بردن تفرقه بین شاخه های قوانلو و دولو ایل قاجار صورت می گرفت. در منابع عصر قاجار، طرح این ازدواج رو جزئی از توصیه های آقا محمد خان به فتحعلی شاه دونستند. ناصرالدین شاه، سومین پسر و نخستین فرزند باقی مانده این زوج، در ششم صفر 1247 در دهکده کهنمو در نزدیکی تبریز به دنیا اومد. عصمت الدوله، دختر ناصرالدین شاه، مادرش تاج الدوله، دومین زن عقدی ناصرالدین شاه و دختر سیف الله میرزا، پسر فتحعلی شاه بود. عصمت الدوله نخستین زن ایرانی بود که نواختن پیانو رو آموخت. او در 12 سالگی به ازدواج دوست محمد خان معیرالممالک در اومد. ما
معیرالممالک به خدمت درباری نپرداخت و علاقه خودش رو در زمینه عکاسی، خطاطی و موسیقی دنبال کرد. بعد از مرگ ناصرالدین شاه دیگه در حرمسرا خبری از ساز و آواز و شادی و جشن نبود. به قول خود تاج السلطنه روزها و شبها میگذشت و این سرای با عظمت و شکوه که در تمام ساعات شبانه روز غرق در مسرت و شادمانی بود در یک سکوت وحشتناک دردانگیزی محصور شده بود و جز صدای ناله و گریه صدای دیگه ای شنیده نمیشد. اما در این میان کسانی هم بودند که از این سکوت و عزاداری حرمسرا و نبودن شاهی در آن بهره برده و جیب‌های خودشون رو پر از سکه کردند. ماجرای این جیب پر شدن‌ها بعد از مرگ ناصرالدین شاه تا اومدن شاه جدید خودش موضوعی هست که باید جداگونه به اون اشاره بشه. اما مسئله‌ای که قابل تفکره نوشته‌های تاج السلطنه از این وقایع در خاطراتش هست. در این خاطرات اومده که بعد از مرگ شاه امین‌الملک برادر صدر اعظم امین‌السلطان که در اون زمان خزانه دار بوده با صدر اعظم به اندرونی اومده و به خزانه رفتن و مقدار زیادی پول و در واقع هرچه که در خزانه بود رو به بهانه اینکه شاه جدید یعنی مظفرالدین شاه مقروزه و باید به تبریز که او در اون زمان در اونجا ساکن بوده بفرستند خارج کردند. دانستن چگونگی خارج کردن این همه پول هم خودش جالبه. تاج السلطنه نوشته که 18 روز تمام روزی 34 نفر سرایدار از صبح تا شام کیسه های پول رو می بردند و تحویل خزانه بیرون می دادند و از خزانه بیرون هم تمام اون پول ها جمع می شده و به خانه خزانه دار یعنی امین الملک برده می شد و مقداری از اون در نهایت به اندرونی صدر اعظم تحویل می دادند. این ماجرا تنها به بردن پول های خزانه پایان نیافت، چون هنوز پول‌ها و جواهرات اعتماد السلطنه که از نزدیکان عزیز ناصرالدین شاه و بسیار پولدار بود بعد از مرگش که چند روز قبل از مرگ شاه بود به دست زنی به نام فاطمه که کنیز اعتماد السلطنه بود واگذار شده بود. صدر اعظم و همراهانش قبل از اینکه صندوق خانه رو کاملا از فاطمه تحویل بگیرن شب‌ها که شام فاطمه رو می آورد و ظرف‌های شام خالی می‌شد ظرف‌های خالی رو پر از پول می‌کردن و به قولی مهر و موم می‌کردن و کل ظروف هم دم در به برادر فاطمه تحویل داده می شد و به این صورت پولها رو خارج می کردن. البته تاج السلطنه اشاره کرده که فاطمه هم در این میان به قدر کفایت از پولهای طلا برده. در این آشفته بازار که رجال مملکت از همین صدر اعظم گرفته تا مابقی وزرا پیگیر کارهای ورود ولیعهد یعنی پسر 40 ساله شاه ناصری مظفرالدین میرزا به پایتخت بودند. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.